به گزارش خبرنگار سیمای آزادی، ساعت 11 صبح جمعه 4 شهریور حدود 300 مأمور ضد شورش در زیر پل پارک تهران تجمع کردند. نیروهای سرکوبگر در وحشت از برگزاری تجمعات اعتراضی در روز موسوم به قدس در نقاط مختلف متمرکز شدند. طی روزهای گذشته کارگران شهرداری ارومیه دو بار در برابر ساختمان شهرداری شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران شرکت‌های پیمانکاری به اخراجشان از کار و پرداخت نشدن ماه‌ها حقوقشان اعتراض داشتند. شهردار ارومیه فقیهانه مدعی شد که اعتراضات این کارگران ربطی به شهرداری ندارد و آنها باید از پیمانکارانشان مطالباتشان را دریافت کنند. یادآوری می‌شود که رژیم آخوندی با به کارگیری ایادی خود در پیمانکاری‌های شهرداری‌ها از یک طرف حقوق کارگران را غارت می‌کند و از طرف دیگر از زیر بار پاسخگویی در مقابل غارت کارگران شانه خالی می‌کند. روزنامه حکومتی مردم سالار روز 7 شهریور به فرار شهردار ارومیه از پاسخگویی به کارگران اعتراف کرد و نوشت: شهردار ارومیه در پاسخ به این سوال که تجمع کنندگان از شما خواستار پرداخت مطالباتشان هم بودند یا خیر، گفت: این نیروها تنها برای آنچه که دلیل آن ذکر شد تجمع کرده بودند و کارگران شرکتی هستند که قراردادش با شهرداری پایان یافته است. بدهی ما نیز به صورت مستقیم به کارگران نیست، بلکه به پیمانکارانی است که این نیروها با آنها همکاری دارند. کارگران گفتند: ما به اعتراضات خود تا رسیدن به خواستهایمان ادامه خواهیم داد. به دنبال غارتگری‌های سنگین رژیم در زمینه گازبها، شماری از جایگاه‌های سی‌ان‌جی در استان اردبیل تعطیل شدند. در همین رابطه روزنامه حکومتی ابتکار روز 5 شهریور نوشت: مدیر شرکت ملی فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت به دلیل تعطیلی 7 جایگاه سی‌ان‌جی، رانندگان و خدمات گیرندگان دچار برخی مشکلات و تنگی‌ها هستند. مشکی شهر از جمله شهرهایی است که اغلب جایگاه‌های آن به دلیل بدهی به شرکت گاز تعطیل شده، به طوری که از 5 جایگاه سی‌ان‌جی در این شهر 3 جایگاه تعطیل شدند. این کارگزار رژیم جایگاه‌های تعطیل شده را شامل جایگاه سی‌ان‌جی شهرداری نیر، محمد نیای گرمی، 3 جایگاه در مشکین شهر، تنها جایگاه انگود و اخیراً 2 جایگاه در شهرستان خلخال اعلام کرد و ادامه داد: تعطیلی این جایگاه‌ها که اغلب به دلیل پرداخت نشدن بهای گاز مصرفی چند ماهی در برخی از شهرستان‌ها ادامه داشته و سبب نارضایتی مردم بوده است.